چون این شتابان به کجا چون این شتابان. که گوش به دماغ بعضی ها بخوره همچین حالی با حالی بشن. اونایی که خونه بغلیان حال میکنن. به به، پس به افتخار خودتون و خونوادتون کف مرتب بزنید. بوده بیه کباب دارم. حامد مامان فسنجون بار گذاشته، گفته ما هم بیه. بذار بار بذاره، ما که کبابمون به راهه. ببینی یه مقدار فکر کنم دیر کردی، چون آقا منصور کلی زحمت کشیده. نه بابا چه زحمتی، این حرفا چیه؟ راحت باش بابا، راحت. آخه مامان دعوت کردی. مامان دعوت کردی ناراحت میشه. خب اگه اجازه بدی منصور جان، اگه اجازه بدی ما از این کباب بخوریم بعد بریم فسنجون هم بخوریم. نه دیگه، اگه فسنجون به درد نمیخوره همین کباب رو میخوری. خب من دیگه هم کباب میخوریم هم فسنجون دیگه. نه دیگه، نه دیگه، یا کباب یا فسنجون. تصمیم تو بگیر. یاده دیگه. آره یاده دیگه. که کباب هم میخوریم. مامان ناراحت میشه. فسنجونش ناراحت شه. جا افتاده. خب چون آقا منصور فسنجونش جا افتاده و اینکه برایش خانم یعنی ناراحت میشه، اجازه بدید ما بریم برای بعد کباب رو میخوریم. گفتم که گفتم شما کباب میخوریم. کباب منم وایسا کجا داریم شما کباب میخوریم. آقا منصور زشت من باید برم. کباب گفتم سب کن، من کلی زحمت میشم شما کباب میخوریم. حامد زشته بیا. گفتم شما نمیدید با خود کباب رو بخوریم. گفتم کباب رو نخوریم. من خوش میکنم وایسا. آره خلاصه این که دست منو به زور گرفته بود، میگفت نمیشه، باید اینجا کباب بخوری. گفتم نه، خواهش میکنم دست منو ول کنید. من از اون آدم ها نیستم که مادرزن رو ول کنم برم پیش پدرزن. حالا راستشو گو، از ترس مادرزن اومدی یا اینکه عاشق فسنجونی؟ نه 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 نه، اصلا ترس مطرح نبوده. ببینید رابطه من با مادرزنم فقط احترامه. همین. بعد درسانی من واقعا اطلاع نداشتم که غذا فسنجونه. به به. حامد من که بهت گفتم که. من میگم موضوع رو از این پیچیده تر نکنیم ها. آره الان مهمترین موضوع اینه که این فسنجون داغه و از دهن میفته. خواهش میکنم بفرمایید فسنجون. نه نخور حامد. چرا؟ نه نه تو اون بشقابه یعنی نخور. آخه ببین این جهیزیه ای مادر مادرجونه، مثل یه سند خانوادگی من. اصلا این اینجا چیکار میکنه؟ نمیدونم والله. چجوری اومد اینجا؟ نمیدونم. 30 ساله عینی چشم ازش مواظبت کردم. از موقعی که شما پا گرفتین این بشقاب همینجوری تو دست و پاست. حالا جوش نمیاد. خواهش میکنم نگران من نباشید. برای من اینجا یک بشقاب هست. میخوای من برات بکشم؟ سلام. سلام. خسته نباشید. آماده شد کباب. عجب کبابی. جون میده وافسن جون. چجوری اومدی تو؟ مگه در باز بود اومدی تو؟ آره کلید زاپاس داشتم برای روز مبادا. برای منه. امروز روز مباداست؟ پاشو جمع کن، بردار غذای کباب سوختت رو ببر تو واحد خودتو. نیم ساعت پیش کی تو حیات خلوت داشت بر من کرکری میخوند؟ آقا ها؟ کی بود؟ به بچه کبابی. آقا اون سیخو بده ببین چه گوجه فرنگی. هفت تا همسایه اونورتر داشتن میچیندن. پاش بعد تو خونه خودت بخور. داشتم شوخی میکردم. تو شوخی حالیت نمیشه. من که کباب تنهایی گلوم پایین نمیره بابا. شوخی نکن. پاشو دوره هم گفتم پاش برو تو واحد خودت. مامان بذار دوره همیم داریم غذامون رو میخوریم. خیلی خوب حالا بگی بشین فسنجون تو بخور. بشین بشین میرم کباب رو میخورم، رودل میکنم و میمیرم. از دست شما راحت میشم، شما هم از دست من راحت. نمیخواد اینا رو بخوری؟ نه همش سرداب خالصه، سوخته اینا. باشه سوخته من بذارم اینجا. برم کشید من لب بفتیم. نه نه این دیگه بابا من نمیخورم. جونه من بخور. من عاشق گوشتم. بخور ماستم برداریم. ماستم بخور.
منصور جون بی زحمت یه دونه از اون گوشتا رو برای من محبت کن. اینم یه دونه. یه دونه دیگه. گوش خیلی کم داشت. واقعا دستتون درد نکنه. غذا بسیار خوشمزه بود و چسبید. نوش جونت همه جا. چرا اینجا میسازی؟ آب میخوام. آب میخوای توی یخچال هست؟ آب خنک. آب خنک توی یخچال هست، فردا بخور. نه شوخی کردم، آب خنک نمیخوام. خواستم به یه بهونه بیام پیشت باشم. خیلیشون کن شکو، میگم که فسنجونت خیلی عالی بودا. نوشه جونه خیلی خوشمزه بود. اصلا تو این 30 سال تو هر روز که میگذره دستبختت بهتر میشه، منم بهتر علاقه من میشم. شکو امروز من میخوام ظرفا رو بشورم. خب؟ نه بابا، بچه ها میان کمک میشورن. نه بابا، بچه ها تا بیان من ظرفا رو شستم. شما برو برای خودت یه دونه چایی بریز، تازه دم کرده. خب حالا چایی میخوری؟ نه جون من، جون شکو. ببین شکو، من 100 دفعه بهت گفتم این مواد شوینده پوستتو خراب میکنه، بذار من بشورم. عیب نداره. آخه شما چرا بشوری؟ حالا یه ناهار خوردی میخوای ظرف بشوری؟ بابا من از این مرداری نیستم که من بعدم بیاد از این کارا. بذار من بشورم. منصور جان خودم میشورم. آخه اصرار نکن، پوستت خراب میشه. نه خودم میشورم. چه خراب میشه؟ خواهش بده من. بابا ول کن دیگه. از میخوام، ولی این ظرف همون ظرف ارزشمندی نبود که خیلی نگرانش بودی؟ ای حامد، باشو دیدی چی کار کردی؟ اصلا ناراحت نباشی شکو، خواهش میکنم به خودت فشار نیار. خرجش فقط یه چسب دوقلو. اون چسب دوقلو تو سرت بخوره. چسب دوقلو به چه درد من میخوره؟ میدونی چی کار کردی؟ میدونم. 12 تومن از این تو جهیزیم آوردم، یادگار خانوادگی من بود. میدونم. 11 تاشو زدی شیکوندی. این یکی هم زدی شیکوندی که چی؟ ببین شکر من که مقصر نبودم، هر دوتایی من مقصر بودی. تو ول نمیکرم، من فکرم تو داری، منم فکر تو هم تو اصرار میکنی بدم آخه زرف بشنام. آخه تو عرضه زرف رستن داری؟ باش. آخه تو چه عرضه ای داری؟ میخواستم کمک کنم. ای داده بر من. حالا بذار من اینو بچسب. 30 سال خستم کردی دیگه. بذار اینو بچسب. 30 سال بدبختم کردی. آخه چه عرضه ای تو این خونه نشون دادی بر من؟ چی کار کردی تو این خونه؟ هر روز همه چیزو زدی خراب کردی، هر کاری اومدی بکنی خراب کردی. بچه شکو جلوی بچه ها آبرو ریزی نکن. کو بچه؟ بچه کو؟ من اینو میچسبونم، از روز اولش بهتر میشه. اون از بیارزگی هایی که تو خونه راه و نیمه راه داری بر من انجام میدی. اون از تو ادارت آقا، اون از تو ادارت که هیچی نشدی. اصلا میدونی چیه؟ نه حق برفتی. میدونی چیه؟ نه اضافه حقوقی گرفتی. بس کن حرف بزن. حرف بزن، دارم حرف میزنم با منصور. حرف بزن. کاش که این زبون من سر عقل مار زده بود، تیکه تیکه شده بودم به تو بله رو نمیگفتم. من حروم شدم. حیف از من که بعدم با تو زندگی کردم. شکوندم چی شکوندم؟ خوب کاری کردم. بازم چی کار میکنم؟ بازم میشکنم. دیگه شورشو در آوردی. من لیاقت ندارم؟ نه من بیارزم؟ منم میرم بس یه حبو میارم سرت که لیاقت داشته باشم. خودتون شاهد بودی که مادرتون چی کرد با شما. اگه من فردا زنگ گرفتم، بعد اون وقت نگی که چرا بابا رفتی زنگ گرفتی. من اگه سر مادرتون حبو نیوردم، اون باید با دیگه چی بیتون. چی شده؟ خانم بازرگانی چی شده؟ چرا ناراحتی؟ آقای مرادی چی خانم بازرگانی؟ آقای مرادی رفتم. آقای مرادی مردم؟ آقای مرادی مرده؟ ای وای آقای مرادی مرد بلونم برد. ای وای بیچاره مرادی جوان بود.
آقای جمالی، آقای مرادی که اینجا سر ما رو گنده نشسته که پس چی شده؟ چرا ناراحتی؟ فقط گاوه زایده. گاوه؟ یعنی چی؟ آخه یه نامه از طرف هیئت مدیره اومده که یه سری کارمندا رو میخوان تعدیل کنن، یعنی اخراجشون کنن. پس گاوه همه هم زاییده که؟ نه، فقط گاوه آقای مرادی زاییده، چون تو نامه ذکر شده کارمندای زیر لیسانس با سابقه کمتر از 5 سال میخوان تعدیل کنن. پس خدا رو شکر مرادی بس زاییده. تعدیل شدیم رفت. ما همیشه به یادت هستیم. مرادی بابا تو کجا گذاشتی رفتی؟ 2 ساعت دنبالتم. سنگینم جمالی، هیچکی منو دوست نداره، احساس تنهایی میکنم، بی خود و بی جهت تعدیل شدیم رفت. بابا هنوز که نشدی. پاشو پاشو بریم اداره غیبت میخوری بدتر میشه. چی میل داری؟ جا؟ چی میل داری؟ من یه میل چیز زحمت بکشید برای من بیاری. یه لیوان آب هم واسه من بیار. آب چیه؟ آب میخوری داره درد میگیره. آقا دو تا از همونایی که گفتم بیارید به حساب من. من حساب میکنم که از جمع پاشو اینو بخوریم بریم اداره. جمالی دنیا خیلی بیرحمه، من باید برگردم طالقون. درکت میکنم مرادی جان، حق داری. اصلا تو پوشینی بعضی ها نمیشه آدم های زایی و به درد نخور و بیمزرم مثل تو. توی این شهر غریب من بدون تو نمیمانم، من بدون تو نمیمانم. خلاصه جمالی موندم چیکار کنم؟ مادرم اگر بفهمه که من دارم تعدیل میشم دنیا رو رو سرم خراب میکنه. این داداشه رو 2 مرتبه میکنه رو سر ما، هی ما رو تحقیر میکنه. مرا تنها نذار. مثلا نگاه کن، یه مش آدم علاف بیکار، اون وقت ما که صبح شب داریم کار میکنیم باید تعدیل بشیم. صدا رو تو صدا زایه ای هم داره. بابا اینا علافای معلم. بریم اونجا وانسیم. بریم مرادی جان. عجب، حالا قضیه من درست برعکس توست. خانومم از خداشه که من از یه داره اخراج شم برم خونه بگیرم بشینم هی دستور بدم اونم بگه چش. الان بری خونه به چای قمپلو میدن؟ کجاشو دیدی؟ یک پذیرایی میکنه، حتما قضای درست حسابی هم بهت میدن. خفن. این یارو چه صدای بدی داره. ببینم قضای درستابی به منم میدن؟ اساسی؟ خب پس پشو بریم. کجا بریم؟ بریم خونتون دیگه. که چی بشه؟ دیگه بشیم بابا. بریم صفا، بریم چایی بخوریم، غذا بخوریم. جمالی جان میدونی من هنوز افسردگیم خوب نشده. ببین مرادی جون، من یه مشکلاتی دارم، باید اون مشکلات حل بشه، اینجوری نمیتونم. خب من دیگه باید برم دیگه، دیرم هم شده. خب میبینم تو کجا بری. سب کن، با هم میریم. اصلا میریم راجع به مشکلات تو صحبت میکنیم. خوبه؟ ببین ممکنه خانومم خونه نباشه، اینه که شرمنده تو بشم. حالا بذار دفعه دیگه. بابا جمالی من که غریبه نیستم، خانومت نباشه دوتا غذا بیرون میگیریم با هم میریم. محال من بذارم تو تنها بریم خونه. بذار دفعه دیگه. آره غیر ممکنه، با هم میریم. بیا بریم بابا. بیا تا با هم باشیم، از این رویاها بشیم، ما برای هم دیگه ماهی و دریا بشیم. عجب خونه زندگی. آره آره بیا. گل و گل کاری و خودت به اینا میرسی یا باغبون داری؟ بابا ساکت بابا. او چیه مگه؟ واسه چی؟ اسیری مگه داری میبری؟ بابا این همسایه های ما حساس هم، سر صدا را بیفته شاکی میشن. ساکت. خیلی خوب نگاه این درخت ها ما رو کی کشت. بابا چی کار داری به درخت ها؟ برو این درخت ها. نیا کتر رو برو.
این چی کار داری؟ این همه گل و گلکای باید به این نمیتونی برسی؟ آقا یه خوده آب باید بدیم. این چیه جمالی؟ تو خسته نمیشه خروس؟ اداره مرغ و خروس، اینجا خروس مرغه رو نگاه. چه خبرت اینقدر سر و صدا رو انداختی؟ من تا وقتی شما رسمش ورداری و یاد نگیرید حرف نمیزنم. با کی بودی؟ با هیچ کس. با کی داشتی صحبت میکردی؟ من با خودم. اون چیه؟ اون چی دستته؟ این غذاست. خب چه دوتاست؟ برای اینکه ما دیگه میخواییم مستقل باشیم دیگه. ما یعنی کیا؟ ما یعنی خب من با خودم، یعنی دیگه از این به بعد دیگه من ما هستم. طرف خانومت بود؟ آره، یه چند تا دستور بود بهش دادم که بره انجام بده. تفلکم میخواست شیش آب درست کن و منم چیه گفتم که برو بابا برو، این بچه ها داری به این محبت میکنی، برو بذار من راحت باشم بابا، بذار به کارمون برسیم. بینم اینجا گاز پیکنیکی هم داری؟ نه منقل داری. اونم واسه چی میخواه؟ هیچی، همینجوری پرسیدم واسه جوجه کباب. اون قرار و عهد و پیمان ها چه شد؟ نوبت بسره منو یا فعلا زوده، بذار حالا جا به جا بشیم بعد اشکال. ببین اونجا نشه، اون شله، اون امانت بابا، امانت مال پسرمه، میاد قر میزنه اونجا نشه، اون اینجا چارپایه هست، بشه رو چارپایه. بیا اونو دست بیا یه غذا تو بخور اونجا نشین پایشن ها. ببخشید مرادی جون، یه چارپایه هست اونجا، الان دوشک هم برات پهن میکنن، بگی بشین اونجا. بیا یه نارم بگی چه من ردیف کنم. یعنی چی ماما؟ چی رو یعنی چی؟ من میگم دو تا غذا بود تو پلاستیک گذاشته بود، دو تا مشابه رو اون غذاها گذاشته بود. خب چرا مادر من همیشه نیمه خالی لیوانه میبینی؟ شاید دیگهش باز شام فردا شبشه. بابا اونو خاموش کن، من نمیفهمم اصلا تو چی میگی. بعدشم به جایی که به خودش بگه من، میگفت ما. چه خاکی تو سرم بیزن. آها پرستو، میگم تو به هوایی که پاشی بری اونور یه جارو پارو بخوای بکنی، بگو بابا خونت کری کثیفه، اومدم یه جارو برقی بکشم ببین اونور چه خبره. من؟ نه خیر، پس من اصلا دلم نمیخواد چشمم تو چشم اون سرکار خانم بیفته. مامان کدوم سرکار خانم؟ پرستو جان بس کن، برو یه نوک پا ببین اونجا چه خبره، بچم نذاری کف دست بابات بگی مامانم منو فرستادم. من دیوونم؟ نمیدونم والله. بابا باز تو روی مبله نشستید مرادی، بلند شو گفتم بابا اینجا نشید، این مال پسرمی که خارجه میاد ناراحت میشه. اونجا پاشه چهار پایه هست، بلند شد راحت بشه مواظبم جونو من، بلند شو بابا اینجا این خراب میشه، این وسواس داره پسرم، بلند شو. گیر نده دیگه ما ناسلطی، ما افسرده ایم. باشو برو یه دوش بگی اصلا، ها برو آب هم گرمه، دوش بگی سبک میشی. بلش الان وقت زیاده میرم، حالا بذار یه خورده من از این فکر تعدیل لعنتی در بیام. چشم، بس اون جوراب تو در بیار خواهشن، اگه میشه در بیاری جوراب تو. چشم در میارم نو چشم. چه بود بدی از تو خونت میاد؟ آره آره چی؟ خیلی بود بدی میاد، فکر کنم دستشویی گرفته. آره چی کار داری؟ چی مامان گفت بیام خونه رو جارو برقی بکشم. چی بشه؟ که من بفهمم تو این خونه چه خبره. بعدش هم گفت که یه جوری برخورد کنم نفهمی شما من جاسوس مامانم. برو پی کارت. خیلی خوش مامانم، برو من میخوام من جارو برقی بکشم. میگم برو نمیخواد، لازم نکرد. برو پی کارت، لازم نکرد. نمیخوام بکشم. نمیخواد دختر، نمیخواد جارو برقی بکشم. میگم نمیخواد، میگه میخوام جارو برقی. اتاق من تمیزه، برو پی کاری. اینو بده به من، میگم برو پی کاری. این دیگه چی شد پرستو؟ هیچی، نزاش برم تو. نزاش بری تو؟ نه ببین یه اینقدر عرضه ندادی، آخرم باید خودم دست و پات هم نمیتونی تو جمع بکن. پاتو جمع بکن. Thank you.
خوبی؟ خیلی. میگم به خانومت بگو که یه چایی برداره بیاره، بعد از میوه میچسته. اوه دیدم جوشیده است، گفتم تازه دم بیاره. نمیخوای اون جورابو در بیاری؟ چش در میارم. بله منصور در باز کن. دستم بنده. بهت میگم در باز کن. بهت دارم میگم دستم بنده. منصور. بله. کسی پیشته؟ نه ما تنهاییم اینجا. ما؟ آخر کار خودتو کردی؟ چند دفعه من باید به شما بگم تو ساختمون جای سود زدن نیست ها؟ من عذر میخوام، واقعا نمیتونستم حرف بزنم که همون زمانی که من دارم سود میزنم شما دارید اینجا زار زار گریه میکنید. منو ببخشید. کجا من دارم زار زار گریه میکنم؟ خب درسته، اما ته صداتون یک بغضی که هر لحظه ممکنه بترکه و همینجوری گریه کنید. خب خب هیچ بغضی هم نیست و نمیخوادم بترکه. من گریه نمیکنم. ولی خط زیر چشاتون چیز دیگه یا نشون میده، قصه ها رو نشون میده، غم. معلومه خیلی گریه کردید. راست میگی؟ بله معلومه دارم گریه میکنم. کاملا تابلوه. میدونید منصور بدبخت شدم، بیچاره شدم. شما الان حالتون خیلی بده، من فکر میکنم برید داخل یه آب قندی چیزی بخورید. بزن من صداش کنم. رانا پرستو. رانا شما مرد همتون بدی اصلا احساس ما رو درک نمی کنی. درسته همه مردا، البته دامادتون من فرق دارم، یعنی من فکر کنم اونجوری نباشم که شما فکر میکنید. میدونید بفرمایید داخل. پرستو جبالی جون بیا دیگه، با ما اینجا مهمون که نیستیم که. بفرمایید. ببخشید این چای خوشمون تموم شده، از این چای کیسیه یا انداختم. این حرفا مهم نیست جمالی جون، مهم اینه که اینجا داره خوش میگذره. خب خدا رو شکر، حالا که بهت خوش گذشت چای تو خوردی برو خونه. باشه برم. آره میگم داره خوش میگذره، تازه یه خورده داره از این افسردگی کم میشه. کجا برم آخه؟ چرا بهت خوش میگذره اینجا؟ مگه چی داره بهت خوش میگذره جمالی جان؟ خودت با صفایی، هم خودت، همین خونه زندگی، جا به این قشنگی، دلبازی، خونه به این بهاری، همه چی هم هست. کجا برم؟ آدم اصلا میاد اینجا دلش نمیخواد بیرون بره. جمالی این یارو چیه برای تلویزیون؟ یارو خودتی، این هنوز رو دستش نیومده. پلی استیشن و ایکس باکس و نم سگا مگا باید همه برن جلو بوق بزنن. خب حالا چی هست؟ این آتاریه، بیا این وقت اید الان نشون میدم. آتاری؟ آره اینقدر باحاله، یک بازی هایی داره. صبر کنه این دست نزن، صبر کنه الان برای ردیف میتونم. مامان جو قربونت برم، بیا بخو فلاچه. مادر مردم از بس آبغن خوردم، این چهارمین لیوان آب قنده داره به من میده بخورم. خب به من چه مامان جوی؟ حامد هزی چشی چه شب رو میاد باز آب قند به خوردتون بدم. بیا ببینید، من فکر میکنم این آب قند براتون مناسبه و براتون خوبه. اگر اینو نمیخوردید شاید تا الان مرده بودید، و یعنی اینکه در این دنیا نبودید. این یه واقعیته. امیدوارم هیچ کی به سرنوشت من دوچار نشه حامد جان. ای ماما حالا دیگه شلوغش نکن دیگه، شما چیزی نشده که، شاید همش یه نوع توهم فانتزی باشه. این توهم فانتزی چیه؟ ای توهم فانتزی فانتزی، اینقدر بر من خارجی صحبت نکن. ببین پرستو خانوم، شما ما مردا رو نمیشناسید. ما مردها
بسیار آب زیر کاه هستیم. ببینید شما شاید، ولی راجب بابام درست صحبت کن آقا حامد. البته سوء تفاهم نشه، من در مورد همه مردها فقط دارم صحبت میکنم. اتفاقا راست میگه پرستو، تمام مردا قابل اطمینان نیستن. البته بجز دامادتون، یعنی من فکر کنم مجازم. نه اتفاقا آب زیر کاتر از تو خودتی. من منصور رو دارم میگم، اهل این حرفا نیست. تفلکی. عجب. پس اجازه بدید من یک توضیح کاملی و یک بیوگرافی در مورد خودم بگم، چون خیلی بهم برخورد. ببینید من شخصی بسیار درستکار و خوبی هستم، یعنی انسانی مناسب، شوهری خوب. ببینید همسر من صبح تا شب میره سر کار و من داخل خونه هستم، به اصطلاح جوانای امروزی مکان. اما من داخل این مکان دوستانم رو دعوت نمی کنم، بلکه این من هستم که تغییر مکان میدم و به پیش دوستانم در داخل پارک میرم. و اما در مورد خیلی از خانوم ها که خیلی خوشخیال هستن و فکر میکنن همسر مناسبی دارن، بعدن متاسفانه شناسنامه همسرشون رو، یعنی شناسنامه رو که نگاه میکنن میبینن بله اسم زن دومشون هم داخل شناسنامه است و این خیلی غم انگیزه. میدونی اینی که واقعیت اینجوریه دیگه. پرستو میگم خدای نکرده زبونم لال، بابات نرفته باشه زن گرفته باشه. مامان حامد اینقدر دست رو توهم مامان من نذارا. مامان این افکار فانتزی رو از سرت بریز بیرون. ببینید پرستو خانم، سعی نکنید چشم مادر رو از روی واقعیت ها ببندید. در چنین سن و سالی آقایون هر کاری ازشون برمیاد. میدونید واقعا زندگی منشوری است دفار که به حرکت در به اجازه بدید توضیح بهتر بدم. ببینید زندگی دقیقا مثل همین سیبی میمونه، اگر ما این سیب باشیم در حال گردشیم و دائما میگرده و جمالی بده اصلا من بازی کنم. سب کن پاس بده بابا نوبت منه دیگه. عشق من کاکا اومد. برو جلو الان دریپ میکنه، اینم دریپ. برو پاس بده، برو بزن دیگه، بزن. آها برو بزن شوت. حالا نوبت منه، بده من. بابا یه دقیقه سب کن بابا، این لولی که هست کارتو نیستش. سب کن کاکا. آخ نشد دیگه، انقدر حواسمو پرت کردی نتونستم گل بزنم. بابا تو که یه دست باختی، حالا نوبت منه دیگه، همینجوری اضافه بر سازمان بازی میکنی. خیلی بو میدی مرادی، مامانت حق داره بهت گیر میده. پاشو برو دستشویی پاتو بشو و جورابت هم بشو بابا. پاشو برو. بعد میدی بازی کنم. آره میدم بازی میکنی. برو مردونه. آره بابا مردونه، کلافه شدم از این بو. برو. خب کاکا بیامینم. کاکا چیکار میکنید؟ میبینی بی معرفت تو خونه سو هر چی در میزنیم در باز نمیکنه. اینقدر درو بزن تا باز کنه. آره چه خبره؟ مگه سر آوردی شوکو خانوم؟ منصور جون من حامدم و اینم دوست بسیار عزیزم جهان. هر کی میخوای باش، چی کار داری؟ ببین من یه توضیح در مورد جهان عزیزم بدم. جهان ورزشکار، بچه پر با سواد، بچه فوق العاده خوب و متین و با معلوماتیه. میخواد اینجا مستاجر باشه. منصور جان این باید اجاره رفته، ببرش بالا رو نشون بده. بفرمایید. ببین این پاش زانوش مشکل داره، نمیتونه طبقه رو بره بالا. اگه اجازه بدی اینجا رو ما نگاه بکنیم دیگه. اون ایشگه به من مربوط نیستش. نه نه داداش بذار بیام تو تمام اتاق رو بگردیم بلکه به مثلا. این چه طرز صحبت کردنه؟ نه نه این نوع صداش اینجوریه، بچه فوق العاده خوبیه. اگه اجازه بدی ما یه گردشی تو بکنیم. گفتم اینجا اجاره رفته. من قول میدم این مثلا اجاره نباشه. بفرما داشو من چی میشه مامان؟ خدا کنی یه توهم فانتزی باشه. بود کنار بیرم آجا چی بود گندی میاد؟ آره چای دستشویی گرفته. خب حالا که همه رو دیدین اگه کارتون تموم شده بفهمی خواهش میکنم. پس برو اتاق رو یه نگاهی بکن. نه دیگه حامد جون، بوگن داره حالمو بد میکنه. خب پس من برم اتاق رو یه چک بکنم ببینم که تو واسه چی ببینی؟ این باید ببینه.
زمنانم این واحد اجاره داده شده. بفرمایید خواهش می‌کنم. اجازه بدید پس من این دستشویی هم یه نگاهی بکنم. دستشویی که دیدن نداره. بفرمایید آقا. خواهش می‌کنم. عرض کردم این واحد اجاره داده شده. بفرمایید وقت منم نگیرید. پس بذار یه چیز بگم. زندگی را باید برو بابا زندگی را. بفرمایید آقا. خب هم جورابمو شد سم هم پامو. حالا دیگه نوبت منه. بس بازی تموم نشه. خودت کن. چرا نازم؟ حامد چی کار داری میکنی؟ این تابلو خیلی کج بود. دارم کاملا صافش میکنم. ببین این الان خوبه؟ آره خوب شد. نه نه اشتباه کردی. من داشتم تو رو تست میذارم. این تابلو کاملا کج بود. حالا تابلو درست میشه ببین؟ ماما قربونت برم اینو بخور فردا چون واسه ات مادر جون هزار و یک مرض خودم دارم. میخوای فردا مرض قندم بگیرم؟ ببینید اتفاقا این آب قند باعث شده که تا الان به حرکت عوض میخوام. اگر نمیخوردید ممکن بود چشم از جهان بفرو بمندید. عوض میخوام. حامد اصلا تو مطمئنی که حالا یکی تو دستشویی بود؟ شاید نبوده ها؟ نه 100% مطمئنم. رو چه حسابی؟ رو حساب حس ششمی که دارم. ببینید میدونید هر انسان دارای احساس‌های مختلفه. حامد جان بسه. ببینید حس اول بسه دیگه. بله من عوض میخوام. اصلا میدونین چیه؟ هممون باید با هم بریم اونجا رو بگردیم. چشم مامان جان میریم. کلید پیش توه؟ کلید نه اون دفعه من دادم سردار نصر رعنا. ها من دادم حامد. من دادم به پرستو. نه بابا من ای بابا بس کنین دیگه. حامد نگاه کن گیر چه دیوونه هایی من افتادم. من از طرف این سه تا از شما عوض میخوام. دوتا خودمون اون سه تا خوشحال از گردی بگی یه کورنل بگیری ها. یه کورنل نمیتونم بخوابم با این سر صدا. لاغل صدایی رو قطع کن. بابا بی صدا که بازی حال نمیده. بابیشم جمع میکنم دستکاره ها مرادی ها. بابیشم جمع میکنم. خیلی خوب بابا خیلی خوب. سر کن این کورنل رو بزنم. بابا این صداش هم کم کردیم. خیالت راحت شو. دور کن دیگه گل. اینجوری بازی حال نمیده. برش دارم همه شو بدم یه جای دیگه. احلا تا صبح راحت بازی میکنم. بایست میکنم این که این چی بود دیگه؟ بابا که نبود. اجازه بدید من براتون توضیح میدم. ایشون همسر جدید جناب آقای منصور خان هست. حامد مرد بود. هیچی میگی فکر کنم دوز بود. وای خدای لای من مرگم. نکنه رفته باشی بلای سر من سو برده. حامد یه کاری بکن. خب چرا من؟ خب ناسلمتی مرد خونه توی دیگه. خب واقعا میدونید من همیشه طرفدار تساوی بین زن و مرد هستم. خب نه که میدونی جا و البته میخوام این نکته رو اشاره کنم. میدونم بد موقعی هست ولی انسان از بدو تولد گاه. آقا حامد بس کن. هی از بدو تولد گاه بگاه. من فکر جون منصور هستم. وقت تو بایستد اینجا دارد مسخنرانی میکنی کاری بکن که من فقط عذر میخوام ولی شما میخوام بگم اصلا نگران حال آقا منصور نباشید. ایشون حالشون بسیار آخه تو از کجا میدونی؟ یک لحظه سکوت کنید حالا گوش فرا دهید. سالمه بادم جان بم پس زنش کو؟ تو منو به این گندگی نمیبینی جای سادم؟ نه زن جدیدشو میگم. کجاش خنده در آقا حامد؟ میخندی؟ من از بخونم دوزو چه کنیم؟ نگاه کن چه راحت و آسوده خوابیده. اگه دنیا رو آب ببره این باباتونو خواب برده. انگار نه انگار دوزو اومده تو خونه. ولی سالمه منصور. من که با این حرف نمیزنم. میدونین که من باش قرم. یه تکونش بده بیدارش کن ببینم. منصور جان منصور جان بخوابم جون سمیان جان منصور بخوابم
پاشو پاشو تمام زار زندگیمونو دوز برد. دوز خوب دوز خوب بدونیم سامت سانگه سامت ببین پرسو من و حامد گلک میزنیم میریم تو به مزیگه این اومد بیرون با چوب میزنیم. آقای عزیز به نفته که خودت بیای بیرون، اگه میبینی نمیتونی بیای بیرون بس اجازه بده ما بیایم تو. من کسا نمیرم تو میترسم. این راه که تو میروی ببین سعی کن که خودت بیای بیرون، در غیر این صورت ما به پلیس و هیچ پلیسی اطلاع نمیدیم. دوست عزیز راست میگه. ببین چی بهت میگیم، ما قول بهت میدیم که آزاری بهت نرسونیم. مرادی توی نه مرادی شکست کردی. آخ سرم، آخ کمرم، آخ بهتری مرادی؟ آره خوبم، ولی ماشالله عجب زردستی داشته. به جون خودت خیلی شرمنده شدم، یه پوماده آوردم که پشتو چرک کنم. ببینم این خانومی که زد تو کمرم کی بود؟ دخترم. خب چرا رفت؟ خب رفتم بخوابن دیگه. عجب داستانی شده بودا، خانومم فکر کرد حبو سرش آوردن. عجب. ببینم ایشون ازدواج کرده؟ کی؟ دختر خانومتون دیگه. نه چقدر خوب.